صدایی خوشتر از تولید باعث شکوفایی اقتصاد کشور نمی شود. 70% واردات رو تبدیل کردیم به 30% واردات و 70% تولید داخل. نتیجه تلاش و پشتکار جوانان ایرانی با بهره گیری از علم و تکنولوژی، این واحد را تبدیل کرد به بزرگترین و اولین تولید کننده ی انواع کولر خودرو در غرب آسیا. همه خودروهایی که در داخل ایران تولید میشه رو ما کولرش رو تامین میکنیم. برای آنکه از تحریمی که سد راه تولید بود عبور کنند، راه خودکفایی را پیش گرفتند. حدود 15 میلیون دلار ارزبری که ما سالهای گذشته داشتیم برای وارد کردن این قطعات رو ما جلوش رو گرفتیم و تونستیم با ظرف داخلی ایجاد کنیم. 170 قطعه وارداتی را بومی کردن. نبض کارخونه با این قطعه میتپید. با توجه به انحصاری که بود مجبور شدیم با شرکت‌های داخلی کار بکنیم که کاملا داخلی سازی شد و عملا دیگه هیچ نیازی به خارجی که ما نداریم. این قطعه از چین وارد میشد. خط تولید ما تقریبا یک هفته درگیر توقف خط به خاطر نرسیدن این قطعه بود. با هزینه بالغ بر 1.5 میلیارد تومان این دانش و تکنولوژی تزریق شد و عملا شرکت در تولید سیستم‌های تهویه مطبوع تونسته این قطعه رو داخل سازی کنه. برای تنوع دادن به سبد محصولاتمون شروع کردیم به تولید انواع رادیاتور. ساخت این دستگاه تکنولوژی بالایی بود که خوشبختانه توسط متخصصین داخلی بومی سازی شد. میگویند نباید برای پیشرفت چوب لای چرخ تولیدشان بگذارن. بعضی از این قوانین و برخوردهای سلیقه‌ای که میشه شاید از اون قطعه خارجی که داریم داخل سازی میکنیم برامون سخت‌تره. تو بحث معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌هایی که میتونن انجام بدن تو این حوزه هیچ اقدامی برای ما انجام نشده. با توجه به اینکه ما هیچ نیروی کاری تعدیل نکردیم، لازمه ادامه این روند این هستش که حمایت‌های دولت باشه، موانعی که تخصیص برداشته بشه. برای نیاز سالانه 1,500,000 دستگاه کمپرسور که 100,000 دلاری هم ارزبری داشت، چاره کردن. ملازم فرید خط مونتاژ و خط تولیدش را راه اندازی، اما نیازمند اختصاص فاینانس و ایجاد زمینه انتقال تکنولوژی است. در صورت حمایت مسئولان برای اجرای هر چه سریع‌تر طرح توسعه، رونق تولید در این واحد بیشتر از اینها می شود. آن هم با افزایش 30% محصولات و البته ایجاد اشتغال برای 150 نفر دیگر. از هم خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی گلپایگان.